قشنگای من، امیدوارم که حالتون کلی خوب باشه. انقدر که درخواست میکاپ داشتین و همه کامنت های یوتیوب من اینه که میکاپ برامون بذار، اومدم با همدیگه میکاپ توت فرنگی انجام بدیم. ببین این میکاپ رو هیلی بیبر ترندش کرد و توی تیک تاک و اینستا و اینا خیلی وایرال و معروف شد و ترکونده بود و یه میکاپ خیلی ساده و روزانه و هیچ چیز خاصی نداره. یعنی اگر بخوام مثلا ویدیوشو سری براتون انجام بدم فکر کنم توی یک دقیقه میکاپ انجام بشه، اما خودم خیلی دوست داشتم انجامش بدم و انقدر که درخواست میکاپ داشتیم گفتم بیام اینجا هم با هم حرف بزنیم هم میکاپ کنیم، خوش میگذره دیگه. و عکس میکاپم براتون گذاشتم، یعنی میکاپایی که حالا میکاپای توت فرنگی که ترند شده بود، از محمد درخواست میکنم عکسایی که بهش دادم و اینجا بذاره. یه میکاپ خیلی تر و تازه و خوشگل و ایناست و بدون فوت وقت بریم سراغ انجام دادنش. خب من کلا توی میکاپ روزانم کرم پودر استفاده نمی کنم. حالا اگر شما بخواید این میکاپ رو انجام بدید یا کرم پودر خیلی تازه و سبک و اینا بزنید و مرحله اولش هم اینجوری که با کانسیلر شروع می کنم و دور چشمم رو کانسیلر می زنم. حالا قسمت هایم که یه خورده لک و جای جوش دارم میزنم تا یک دست بشه. شما میتونید این کار رو با کرم پودرتون و یا کانسیلرتون انجام بدید. خب بچه این میکاپ ترند تابستون بود مثلا و الان تابستون تموم شده، من تازه دارم این ویدیو رو میگیرم، اما مهم نیست، یه میکاپ خوشگله. بذارید من مامو جمع کنم که هم رو مخ شما نباشه هم منو اذیت نکنه و میگم دیگه خوبه همیشه میتونیم انجامش بدیم. حالا کانسیلرمونو با یه دونه بیوتی بلندر نرم و نمدار بلند میکنیم. وقتی میگی بلند یه عده کامنت میزن او بلند چیه بابا بگو بلند، بعد وقتی میگی بلند یه عده هم کامنت میذارن که خب الان فهمیدیم. کلا هیچ وقت نمیتونیم دو طرف رو راضی نگه داریم، توی سوشال مدیا این داستان هست. خب حالا بیاید اینو براتون تعریف کنم. ببین دو روزه که حالا کسایی که منو دنبال میکنن میدونن که ما سه تا گربه داریم و دو روزه که سانی هی میره توی ظرف خاکش و هی نمیتونه دستشویی کنه و میاد بیرون، من گفتم که یبوست شده دیگه، یعنی در وهله اول همچین چیزی به ذهن آدم میرسه. و دیروز که بیدار شدیم دیدیم کل خونه همینجوری قطره قطره خونه، ولی خیلی هم رنگ خون نبود، یه رنگ نمیدونم گوجه تور و اینا داشت. تا اینکه امروز عصری محمد گفت که باید ثانیا ببرم دکتر، بردش کلینیک و گفتن که احتمالا مجاری ادراریشه و اصلا رفتی به یبوست و اینا هم نداره و خیلی ناراحت شدیم دیگه. گفتن که حالا باید وایسیم تا امروز هم تعطیل رسمی بود تا متخصص جواب آزمایشش و عکساش رو ببینه. آزمایش که نه، فقط عکس ازش گرفتن، جواب عکس رو ببینه و به همون بده که سنگ کلیه یه وقت نباشه، اگر باشه خیلی بد میشه. و به خاطر همین امروز یه خورده انرژیمون خیلی پایینه و حالمون گرفته، منتظر جوابیم هنوز. خلاصه که دعا کنیم که چیزی نباشه، مشکل جدی نباشه و حالا با قرص و دارو اینا حل شه. حالا مرحله بعدی این آرایش و اصلی ترین قسمتش رژگون است که ترجیحاً هر کیو مندم یا از تینت لب استفاده کرد یا از رژگونه مایع، چون خیلی شادابتر و شفافتر و اینا به نظر میرسن. و رنگای هم استفاده کنید که به توت فرنگی نزدیک باشه دیگه، رنگای مثلا صورتی و خیلی جوندار و اینا. یه کوچولو میزنیم اینجا. این رژگونه های مایه من هم از برند شیگلم هستن که رنگاشون رو واسه تون روی ویدیو مینویسم. دستم کثیف شد. و روی بینی حتما باید زده بشه، یعنی همه میزدن کلن مدل میکاپش اینجوری بود که روی بینی هم باید بزنید. حالا من از رنگ لاف کیک شیگلمم با این میکس میکنم که یه ذره از این قرمزی در بیاد و به صورتی هم بخوره.
بدین صورت. و برای بلند کردنش از یه دونه براش استفاده میکنم و بیوتی بلندر استفاده نمیکنم معمولا واسه روشگونه. بریم که با هم پخششون کنیم. یا اول فصل خیلی زیاد زدم، فکر کنم ریدم کلن اینا رو نباید زیاد زد. چقدر خوشگل شد. نه اوکی میشه پخش بشه انشالله. فوقش با بیوتی بلندر میریم روش. چه باحال شد. بیشتر تا توت فرنگی شبیه کسی شدم که قشنگ سوخته. ببین اگر زیاد زدید این شکلی با بلندر میرید روش تا یه خورده فید بشه. خدای الان خوب شد، خوشگل شد. یه خورده دیگه اینجا رو بزنم. حالا برای پشت پلکم داخل این میکاپ اصلا سایه و اینا نیست، یعنی هیچ کس سایه نمیزنه. همه چیکار میکنن؟ تینتی که مثلا با دستشون زدن به گونهشون یا رژگونهی که زدن به گونهشون رو یه خورده به پشت پلکشون هم میمالن. حالا از روی همون براش یا روی دستشون که مونده این شکلی میزنن پشت پلکشون. یه چیکه یه نقطه از رنگ لاکیک شیگلم رو بر میدارم اینجا میزنم که پخشش کنم. یه حاله صورتی بیفته پشت پلک از این بیحالی در بیاد. عالی شد. دلم میخواد یه کوچولو بیشتر بزنم. بابا آخه این همه نچرال بودن میکاپ دیگه خیلی زیادیه. یه نقطه دیگه کافیه. قول میدم که آها ببین قشنگ باید این صورتی بودنش نمای الان فوق‌العاده شد. چقدر لامصب خوشگل بلند میشه این رژگونه های شیگلم. ببین الان ما بیس توت فرنگیمون آماده شد کامل. اینجا بیش سر تا سری رژگونه پشت پلکم که قشنگ نمای صورتی گرفته. حالا مرحله بعدیش، ببین کلن توی این میکاپ توت فرنگی اکثر کسایی که انجام دادن فقط یه حال خط چشم خیلی باریک و محو کشیدن که اگر میخواید خط چشمتون خیلی نچرال و همینجوری طبیعی جلوه کنه، پیشنهاد من اینه که از یه براش اوریب استفاده کنید و چون که من روش رنگ مشکی اینو زده بودم پاکش میکنم. حالا برای خط چشم، اگر خیلی سفید هستید و پوستتون سفیده میتونید از خط چشم قهوه‌ای استفاده کنید واسه این میکاپ. قهوه‌ای تیره خیلی خوشگل میشه. یعنی اکثر کسایی که انجامش میدادن یا حالا با سایه یه خط چشم مشکی محو کشیدن یا قهوه‌ای. حالا من یه چی بین مشکی و قهوه‌ای انتخاب میکنم دیگه. خوشگل شد. ببین خیلی خوبه. البته خب این همون میکاپیه که مثلا هممون به عنوان میکاپ روزانه انجام میدیم. الان تازه بین خارجی ها مثلا وایرال شده بود و این داستان و این قرفه را. ببین قشنگ با این براش های این شکلی کج میتونید همین شکلی سه‌سوته یه خط چشم نچرال در بیارید و بزنید توی سایه. حالا یا سایه مشکی باشه یا سایه قهوه‌ای، چون که با اینا بزنید خیلی خوشگل‌تر فید میشه. حالا یه کوچولو از همینو من خودم به زیر چشمم هم میزنم، خیلی کم. و میریم سراغ ریمل. ریمل استفاده میکنیم، بازم یه ریمل سبک و همچین
بزنید که مثلا موجهاتون دوندون باشه، خیلی نباید داخل این آرایش، همه چیز باید نچرال و سبک و اینا باشه. خب آرایش چشممون تمام شد، الان وقت چیه؟ وقت ککامک. ببین یکی از اصلی ترین چیزای این میکاپ بعد از رژگونه میشه ککامک. حالا من یه سوال دارم، مگه توت فرنگی این دوندوناش سفید نیست؟ هست یا نه؟ خب چرا ما باید ککامک های قهوه‌ای بذاریم؟ مثلا من نمیدونم ربط این ککامک های قهوه‌ای به میکاپ توت فرنگی چیه؟ اینو بهتون بگم. ببین یه روش دیدم برای گذاشتن ککامک که میگه با شونه چوبیه، چه شکلی؟ میگه یه براش بر میداری میمالی به یه سایه قهوه‌ای و میزنی به این شونه چوبی، بعد اینجوری تب 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 میزنی روی صورت. خیلی برای خودم عجیب بود، گفتم اینم بیام با شما تست کنم اینم این چه کوفتیه دیگه، جواب میده یا نمیده. با یه براش کلی سایه قهوه‌ای برمیدارم که بزنم روی شونه، امیدوارم که تر نزنه توی صورتم. من نمیدونم کی اولین بار همچین روشی به ذهنش رسید. آخه فکر کن کی بود مثلا گفت بیایم سایه چشمو بزنیم روی شونه چوبی باهاش ککومک درست کنیم. هر کی بوده اگه جواب بده نابغه بوده دیگه، ولی تر زد تو شونمون قشنگ، تو صورتمون تر نزنه. آقا کافیه دیگه، بریم ببینیم اصلا میشه یا نمیشه، اصلا پیاده میشه یا نه، بریم انجام بدیم. الهی به امید تو. واو چه بال شد برگام، واو کپ توت فرنگی شد، یعنی اصلا این خود توت فرنگی شد، خیلی خوب بود. من فکر کنم زیاد شد اما دوست دارم، خیلی جواب بود، واو یعنی دمش گرم. تر زدم، یه دو دقیقه تر نزن، باید بلندر اینجوری پخششون کنم. ببین اینا هم همینطور بچه، با یه دونه بلندر یه ذره بریم روشون که حالا خیلی هم دیگه تابلو نباشه. پشمام خیلی خوب شد بچه، یعنی نچرال ترین ککومک تاریخ رو میشه با این لعنتی زد، فکرشم نمی کردم. آقا خیلی خوب بود. ببین من این برای صورتم هم زدم، حالا چون که دوربین دوره خیلی ممکنه معلوم نمشه، بعد براتون از نزدیکم میگیرم و به خاطر این ترفند خفن و شونه چوبی هم که شده، همین الان ویدیو رو لایک کن چون که خیلی ارزش داشت. ببین این میکاپ به طور کلی همینه، فقط میمونه چی؟ تینت لب. بریم تینت لب رو بزنیم، تینت یا حالا رژ لبی که مایه باشه، و یه لیپ گلاس هم روش میزنم و برای زدنش هم از یه دونه خط لب قهوه‌ای دور لب استفاده میکنم. اول خط لب رو به این بکشیم. حالا ببینم چه ترکیبی رو روی لبم پیاده کنم که دقیقا همونجوری وایب توت فرنگی بده. اول از یه دونه تینت استفاده کنم، یه تینت نسبتا جوندار شکلی. خیلی کم همینجوریش هم کلی رنگ داد. میزنم اولینو،
ببین مثلا شما تو این مرحله میتونید تین تیکه مثلا مونده پشت انگشتتون رو بزنید به پلکتون، یعنی به طور کلی این میکاپ رو فقط با یه دونه کانسیلر و یه تینت لب یا تینتی که مثلا به گونه بتونید بزنید و لب تمومه، یعنی یه دونه تینت و یه کانسیلر کارش رو راه میندازه. البته خب ریمل و خط چشمم خوب باشه دیگه، یعنی حیفه نباشه. خب ببین الان اوکی، ولی بیشتر رو به قرمزی رفته، یه کوچولو اگه مثلا صورتی تر باشه فکر کنم بهتر، که حالا میتونیم روش رو یه دونه لیپ گلاس صورتی از اینا دارم و کیکو هم خیلی خوشگله بزنیم که حالا بیشتر صورتی بشه. همین جوریش هم خیلی خوشگل شد، یعنی این میکاپ رو تو همین مرحله حتما انجام بدید حتما، و فکر نکنید الان ویدیو طولانی شد، کلا توی 2 دقیقه میتونید انجامش بدید. صورتی خوشگله این شکلی. از بوی این لیپ گلاس خوشش میاد. نگاه کن چه شکلی بو میکنه. بوی اینه. بوی اینه لوسی. بودو بودو پایین. خودو. و میکاپ توت فرنگیمون تمام شد. من فقط یه کوچولو هایلایتر برمیدارم. به این کنارهای چشمم میزنم که قشنگ رخ کارو در بیاره. کوچولو هم حالا اینجا اگه خواستید خیلی کم و ریز. تمام شد. آه خیلی خوشگل بود، یعنی ببین فکرشو نمی‌کردم انقدر حالا جذاب باشه، ولی میکاپش از اوناست که روی تمام چهره ها میشینه و همه تونو خوشگل میکنه. در کل خیلی پسندیدم و به نظرم تابستون و اینا هم نداره، همیشه میتونید اینو انجام بدید، خیلی سبکه. بعد اینکه ککومکا بی نهایت جذابش کرد و دقیقا مثل توت فرنگی شد. لایک ویدیو یادتون نره، یه کامنت کوچولو برام بذارید و شما بگید که ویدیوی بعدیمون چی باشه. مثلا یکی گفته بود که میکاپ بنفش برامون بگیر، اونم توی برنامه ها دارم. حالا شما نظر بدید که ویدیوی بعدی دوست دارید چی باشه. اگر ویدیو میکاپ و اینا دوست دارید میگم با لایک و کامنت که من میتونم متوجه بشم که دوست دارید، پس حتما یه کامنت برام بذارید و به هم بگید. کلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تا یک ویدیوی دیگه، خدافظ. انگشترم پرت شد اون بر. خدافظ.